بشین آقا یوسف. حالا انگار چه تحفه‌ای هست این آقا یوسف. یه موی گندش میارزه به سر تا پای اون داداش تنلشت. خیلی خوب، پس از این به بعد هر چی که دیدی حقته. دختره گیس بریده. خدا رو شکر. اولش که اون ریده کوبی تو ملاجتون گفتم مردی، ولی بعدش هزار تا صلوات نذر کردم که نمیری. میبینی که فعلا که با این دست و پای بسته با این حال و روز کم از مردم نیستم. دور از جون، حالا که بعد هزار تا صلواتو بفرستم. ولی باشه بعد همش تقصیر شماست دیگه. اگه اون شب مونده بود این خونه، این نرخره بی غیرت جرأت نمیکرد بیاد منو بدزده. اذیتت که نکردن دختر؟ نه، مگه جرأت داشت اذیت کنه؟ با همین ناخونام چشاشو در می آوردن. فقط این ورور جادو یه بند بیخی گوشم حرف زد. قد و بالامو دیده انگار کرده دختر چشو گوش بسته بی سر زبونم. میخواست خوابم کنه که مثلا عروس داداشش شه. خوشم که ننه فولازره با اون داداش لندهورش. ولی خدا رو شکر شما اومدی. ولی شما هم که گیر افتادین. آی نترس، الان میاد نجاتمون میدن. کی بیاد؟ سیاوش. تنها نیومده بودم، با رفیقام بودم پشت دیوار باغن. حتما الان رفتن دنبال آجان. پس یعنی نجاتمون میدن؟ ایشالله عزیز. بله عزیز، حالش چطوره؟ خوبه، فقط خیلی نگران توه. دایی بمیرم براش. میدونم الان چه حالی داره. بمیره این توبا که همش باعث عذاب دیگرونه. خدا نکنه. مهمونی اومده، ازش پذیرایی کنید. بجام دیگه. چشم آقا کلا، الان ازش پذیرایی میکنی رو چشم. چطوری پهلوان پنبه دعا میکنم. ای دلش کن چی برش نامد. دلش کن، دلش کن باشیش، دلش کن. اینجاست. خوبه با حرفی که شما میزنین و توتهی که مدعی هستین من طراحش بودم بعد خودم ببالم، چون نقشه بسیار هوشمندانه ایه. و خواهش میکنم این جست کی بود کی بود من نبودم به خودتون نگیرین، چون اون وقت با خیلی شاکی میشین. فکر میکنیم که شما فکر میکنید ما هیچی حالیمون نمیشه. چی فکر میکنین؟ فکر میکنین من از پس جلالی که پشتش به سر مفتش قرصه برمیام؟ بالاخره از شما حساب میبری که، چون میدونه که شما پشتتون به حساب منصبای گنده تری قرصه. او اجالتاً هم اصلا انتظار نداره که شما اینجا پیداتون بشه. وقتی شما رو ببینه حسابی دست و پاشو گم میکنه. اینو قبول دارم. اگه حدس میزد سر کله من پیدا میشه قطعاً یه فکر دیگه میکرد. ولی حالا نه. تو رو خدا بجنبی خانم، یوسفم از دست رفت. کجا رفت؟ میخوان چیکار کنی؟ میخوام پول بردارم. کسی که وسط بگیر و ببند حکومت نظامی یه دختر از خونش میدازه مطمئنم با اجزاد تماس نمیشه رازش کرد. درسانه حتما پیش از این جا پاشو صفت کرده. در هر دو حال چارش فقط پوله. ببخشید.
کوچیکه. این پولا رو برای نجات توبا و یوسف برداشتم. قبل از اینکه شما بخواییم به حرفای دو پهلوتون منو تهدید کنیم. این کارو میکنم. ولی فقط میمونه یه شرط. چه شرطی؟ سب کن سیزا یه پاکش با هم میخوریش. آره. چی؟ سلام خوب. سلام جلو. خسته نباشی آقا. اینجام آقا جلال. نکشتیش که. آوا سگجونه. من به این سادگی میمیره. آقا جلال خونت رو کثیف نکن. آقا قربونت برم الهی. همین اندازه که گوشمال دادیم بچه پر رو بسشه. خیلی خوب. یکی دون بره اونجا یه ساعت آبی زیرش خنک شه. دست باشم با کنین. ولی بندازه ای زیر زمین پیش اون دختره. میگم آقا جلال یه وقت فرار نکنه. فرار کنه؟ این مرده بتونه فرار کنه اونم میتونه. سر مفتش سر کلش پیدا شد. این سجید به آدم آویزون میشه. خیلی خوب این در رو با کنیم. فقط اگر اون نبود غلط باشه خورد میکنم. آقا جان جون خودت غلط میکنین. هیچ کاری نمیکنین. زبون خوش فهمیدین؟ بله بره 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 شرطشو قبول نمی‌کردیم باهاش می‌رفتیم. این زن شیطون هم درس میده. قصم یوسف بود. دیدم اگه بیشتر چونه بزنیم دیر میشه. اینم که ماشاءالله عزم ماشاءالله آخر پلوتیکو زبون بازی. ترسیدم که هم بیارم نره واسه نجات یوسف. فکرشو بکن اگه نمی‌رفت چیکار می‌تونستیم بکنیم؟ چرا رفت؟ به خاطر خودش. به خاطر چیزایی که می‌دونه دستگیرمون شده. شاید هم واقعا نگران یوسفه. ناراحت میشه. چجوری بگیم خودش اومده تو آخه. مونا کجا؟ کدوم یکیشون؟ دختره تو زیر زمینه. آقا یوسف هم داره صابونه میخوره. راه نشونم بده. راه نشونه چه باید دیگه؟ رو چشم رو چشم آجاد بفرم خانم بفرم در خدمت بفرم خانم آجاد تو نمیری من خواستم اشید گرم پیدا کن بخوری اطاعت رو چشم خدا رو شکر که سالمی نمک خوردی نمکتون شکستی؟ تو جای مادرم بودی پشتیبانم بودی تنها کسی بودی که خلوتم رو پر میکرد چرا ربابه؟ چرا؟ تو این دنیای لعنتی دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟ زخمی که به هم زدی با هیچی خوب نمیشه تو من از بچگی بزرگ کردی میفهمی؟ چی حاصل عمر منه؟ یه عمر خوشخدمتی یه عمر گردن کج کردن چی به هم دادین؟ به دستم نگاه کن خالی هن برای اینکه شما ها خواستین خالی نگهشون داری از من دلخور نباش من کاری رو کردم که شما ها به هم یاد دادین دلیل خوبی برای خیانت کردن پیدا کردی فقط ای کاش خودتو زیاد ارزون نفروخته باشی
جانب جون دارن میان آقا دارن میان بفرمی خانم بفرمی دارن میان یوسف کجاست؟ یوسف؟ گفتم یوسف کجاست؟ یوسف میخواد بیاریش دیگه چشه واقعا جلال جوی همین الان میارمش رفتم که بیارم جلال خیلی رزل و کثیفی جسارت ها ولی از شما یاد گرفته دیدم هرکی دست کن تو جیر وقل دست هیچ کنی فقط ما قاقی ما هم داریم دند رو نون خوردن بازه اینم یه لقمه از اون خان و نعمت شما و عبوی محترمتون نمیشه پس با همین چرندیات رو با برکشون سمت خودت آره؟ آره یه هم به چرندیات شما گوش کرد دو کلام به حرف خانده‌هاشش گوش کنه تو هم بهتر فکر خودت باشی اگر ابراهیم خان بفهمه این مشت و اونیا کار کیه خیلی حالش بد میشه قرارمو یادت نره تو پولتو گرفتی یالت راحت بابت اونا هم دست درد نکنه یه خیالاتی هم بابت استار آبی راجب این دختر خانم داشتی پهلوانو زنده رو عشقه وای به حال جلال اگه بهوش بود اون وقت دمار از روزگار در میاد یالت راحت به اوش میاد لوسبازیشه کارش نکردیم ما آره بگی کلا عزیز دردنه رو دنبال من میبرم دنبال میبرم چه سرگیه بگی کلا دردنه بگم قلوم این آخر عمری به نشکشی ها فریم بگم این سخت ماشین چه علم سنگینه سنگین شده یوسف پاشو ببخشید آقای دکتر نمیتونستم ببرمش بیمارستان خوب کردی با وضعی که این داره مجبور میشدم به شهردار گزارش بدم ممنون بابت همه چی ممنون من به خانواده و پدر مرحوم شما خیلی مدیونم باید الحمدلله خدا رو شکر خوبی تو با خوبم آخه بعد جوری خورده تو ملاجه مرسی آقا یوسف به خاطر من به این روز افتادی فدای سرت خدا رو شکر که تو سالمی ما بمیریم هم ملالی نیست البته به شرطی که شما سالم باشی خدا نکنه حرف از مردن نزنینا ایوا من با برم حالش چطوره بایزه یواش درد داری همین درد داری یواش هست خوف نکن یه روز استراحت کنی روبرا میشیم میریم نفس این جلو سردا بیرو میگیریم اون نرو کوتاه بیا بهتره عجله کنی تا کس نیمده چشم ای به چشم بایدسه من میرم اطراف و میپام دام سریع آماده شد به سلامت باشه خیلی پیش خیلی پیش تو بخون بریم خدا رو شکر دکتر گفت خوشبختانه شکستگی نداری زخمای صورتت هم تا چند روز دیگه خوب میشه ولی برای کوفتگیت باید استراحت کنی بعضی از زخم‌ها هست که درمونی نداره هیچ مرهمی براش نیست متاسفم واقعا متاسفم از روز اولی که دیدمت میدونستم برام درد سر درست میکنی میدونستم یه روز باید همه چی بهت بگم و اون روز سختیه خودتون رو خسته نکنین این جاهل بی سواد مال این حرفا نیست که به خاطرش خودتون رو به زحمت بندازین ما که زود خر میشیم شما هم برین به زندگیتون برسین میدونم از من بدت میاد
ولی دلم نمیخواد تو ذهنت از من یه دیو بسازی. من نساختم، خودت ساختی تیکه به تیکه. الحق خیلی هم خوب ساختی. شرمندم، من بات خیلی بد کردم، اما بابت بقیه کارم اصلا شرمنده نیستم. یعنی کار دیگه ای نمیتونستم بکنم. من حقمو گرفتم، چیزی که به خودم تعلق داشت، اونم از کسی که هیچ کس حریفش نبود. چی کار باید میکردم؟ باید میذاشتم زیر پاش لهم کنه؟ پس چرا سنگ مردمو به سینه میزدی؟ اگه غیر از این میگفتم که کمکم نمیکردی؟ کمکم میکردی؟ یوسف یه چیزی بگو، یه حرفی بزن. آره بهت دروغ گفتم، به قول خودت نامردی کردم. اون پولا رو من برداشتم، اون مردا رو من اجیر کردم. میخواستم باور کنی که جونم در خطره. دیگه چی باید بهت بگم؟ خرم کردی. دیدی یوسف درش کف دستشی و برای دوست داشتن سند نمیخواد. تیارت در آوردی گفتی عاشقمی. دیدمت اون یارو بدی تو رستوران، دیدمت. همه یه حرفایم که بهش زدی شنیدم. بس دیگه، بذار به حال خودم باشم، بذار فکر کنم اینا همش یه خواب خوش بوده که آخرش بعد تموم شده. عزیزم درش هزار راه رفته. تو با دیگه صلاح نیست تو با بیاد خونه شما. جلال سردار بی توافق نکردی؟ خودت میدونی جلال آدم تعهد و قول قرار نیست. اگه بیبی رو میخوام بگه همه چی خراب میشه. دست ما به هیچ جا بند نیست. شرط نمیتونه از تو با حمایت کنی. نزو دل خودت از من به ضرر تو بودم باشه. چند روز میبرم شجایم، بابا که از آسیا افتاد. اون وقت میتونی بریم به زندگی تو. تو با دختر خوبیه. اگه دوباره کلک باشه چی؟ بذار جبران کنم یوسف، خواهش میکنم. حبیب خداست، احترامش هم واجب، ولی من از شما دلخورم، خیلی هم دلخورم. شرمندتونم. نه این دفعه دیگه نمیذارم توبا رو برداریم ببریم. باور کنین میفهمم جهالی دارین و به چی دارین فکر میکنین، ولی اصلا صلاح نیست توبا تو این خونه بمونه. اگه ابراهیم خان بفهمه هیچ چیزی جلو دارش نیستا. اون دفعه شب بود ناغافل، ولی این دفعه اینه گرد جلوشون وای میستم. مگه شهر هرت هم اینجوری بریزن خونه مردم؟ عزیز خانم. اینقدر عزیز خانم عزیز خانم نبن به ناف من. من واسه شما ایرانم، فقط ایران خانم. آقا یوسف شما یه چیزی بگو، به خدا نمیذارم هیچ اتفاقی برای توبا بیفته. یعنی حرف منو باور نمیکنی؟ عزیز بعدم نمیگه، منم که الان با این حالم نمیتونم جلوشون در بیام. من جایی نمیرم. توبا این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. ابراهیم خانم جلال نیست که با یه چنگ اسکناس بشه خامش کرد. الانم که بعد جوری از دست تو شکاره، اگه گیرش بیفتی دیگه مشکل دستمون به تو برسه. خیال تخت دختر، خودم به سر میزنم.
تا کی؟ شاید یکی دو هفته. اگه دیدیم زندگی پنهانی خیلی سخته، عزیز جون و آقای یوسف اینجا رو میدن اجاره، میرن یه جای بینامونشون. اون وقت تو هم میتونی بری پیششون بمونی. حرف حساب. داش یوسف ما حالش خوبه، امشب رو تخت بگیره بخوابه، فردا رو براس. باید مراقب این دختری بود توران خانم که یه بامبول تازه درست نکنه. نمیخوام نفوس بد بزنم، ولی با سپردن این دختره توبا دست توران، خودمون بسات یه دردسر تازه رو درست کرد. دستشم با همه توی یه کاسه است، از سر مفتش بگیر تا اون بالا مالاها. نمیدونم چرا یوسف این کارو کرد، آخه واسه چی؟ دوره دوره بدیه، اگه به یکی ظلم و تعدی بشه باید پناه ببره به قانون. ولی حالا چی؟ حالا باید به کی پناه برد؟ مامورای قانون خودشون شدن جیره خور ظالم. همه چیز گردن اونه. کی؟ ابراهیم خان. اگه طرف حسابمون اونه، باز جلو پلاسمون رو جمع کنیم بریم رد کارمون. که کی جرأت سرشاخ شدن با اونو داره؟ بالاخره یکی باید شاخشو بشکنه. خانم جان، آقای بدیعی فرمودن که شما اطلاع دارید که روزنامه قرار تعطیل بشه. حتی سفارش کردن که امشب در رو به روی هیچ کی باز نکنم. هر کی هم پیجو شد بهش میگم روزنامه تعطیل تا خودم هم نمیدونم تا کی. میدونم میدونم. خانم جان، دستم به دامنتون. آخه من با چند سر عائله بعد از این چیکار باید بکنم؟ آقای بدیعی که اصلا به حرف من گوش نکردن، فقط گفتن تا آخر برج باید بری پی کاری. قصه نخور، سفارشتو کردم، درست میشه. حالا برو برای مهمونمون وسایل استراحت فراهم کن، باید خوب ازش پذیرایی کنی مثل دختر خودت. چشم خانو جان، چشم. اینجا کجاست؟ نترس، درسته که زیاد راحت به نظر نمیاد، اما عوضش مطمئنه دیگه دست هیچ کسی بهت نمیرسه. خودتون هم شب میمونین؟ نه، اما مرتب به سر میزنم. تازه آقا کریم هم اینجاست. کاش میرفتیم یه جای دیگه، یه جایی که باید تحمل کنی. اینجوری برای هممون بهتره. تو که دوست نداری ابراهیم خان دوباره بیاد سراغت؟ نه نه. چت شد تو با؟ نمیدونم، یه جوریه اصلا حال خودمو نمیفهمم، بچوری دلتنگم.
توبا، قبل از اینکه بدونم کی هستی فقط دلم برات میسوخت، اما از وقتی که فهمیدم هم خونم هستی، یادگار یه خاطره عزیزی، دیگه تنهات نمیذارم، بهت قول میدم حالا که پیدات کردم دیگه نمیخوام گمت کنم، میتونی به من تکیه کنی. دلتنگ کی هستی؟ عزیز قبول باشه. آخ قبول حق باشه، چقدر چسبیدی نماز. آخه فهمیدی که خدا چقدر دوستت داره؟ آره ما هم خیلی دوستت داریم. آی. دلم پیش توباس. یه دو سه روز دیگه دندون سر جگر بذار. تو مطمئنی این توران راست میگو؟ شنیدی که ویرا نمیگفت. خب هرچی فکر میکنم میبینم این موش و گربه بازی آخر عاقبت نداره. چه اشکالی داره بریم پیش ابراهیم خان و باش رو بروشیم؟ بالاخره اونم آدمه، دو کلمه حرف حساب سرش میشه. بهش بگیم بیا دست از سر این توبا بردار. عزیز تو هم ساده یا؟ مگه نمیگین ترسش از ارث و میراث توباست که فردا ادعایی نداشته باشه؟ خب بهش میگیم توبا یک قرون از این ارث و میراث رو نمیخواد، شده دستخط میده که خیالش هم راحت باشه. این کجاش اشکال داره؟ اگه گفت خاطر خواهی توبا شدم چی؟ اگه گفت میخوام عقدش کنم چی؟ خودش هم میدونه توبا برای اون زن نمیشه. مگه اون دفعه نمیخواست به زور عقدش کنه، جنگ مغلوبه شد. حالا هم بهش میگیم اگه بخوای به زور دختره رو عقدش کنی خودشو چیز خور میکنه، اون وقت زبونم لال، فردا خونش میفته گردن ابراهیم خان، که اون وقت خودم دمار از روزگارش در میام. نه میگن ارث از شیر مادرم حلال تره، جوری که همون موقعی که میرسه به وارث، وارث واجب الحج میشه. حالا چرا باید تو باز حقش بگذره؟ نه باز بگذره. یوسف به چشام نگاه کن ببینم راست میگی؟ عزیز من دیگه سرم به سنگ خورده، مال دنیا برام شده چرک کف دست. الان فقط دوتا چیز میخوام، دل خوش و سلامتی برای تو و خودم، همین. و تو با؟ آره با تو با، ولی شنیدم آدم نباید از حقش بگذره، علل خصوص وقتی که داره به ناحق قصد میشه. منم پای حق توبا وایستادم، البته نه حالا، وقتی که دستمون به یه جایی بند باشه.